مهرا پورا کتا پی چوغل پیسے ولی منا دورا سے سال دیگه به خاطر کی پیسے ولی مرا پورا کنا چرا خسل خان بروتارم بستاو میتا بجای که خجالت بکشه یه قدر لیست جور کده خسل خان لیست داده که لیست از 2 لاک روپیه میشیر از کجا کنم خدایا زورم میکشم یک ده نفر نان بتم توی کنم برم لیکن انی اینی رو بالا پورا نمیتون برو بخیر 2 سال دیگه طرف تهران و بحران برو تا که پیسه ولی مرا پورا کنی یا یکی برو زمین سودا کن یا حولی سودا کو یا قرض بگی قرض سودی 2 لاک روپیه گرفته و به سود یا جای نشه من خود سودا کرده یا زمین محصولات کشاورزی خود سودا کرده حالا دیگه بعد از یک هفته در بدر خاکی بسر است قرضدار تق 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 چگه پس پیسه رو بتی نه شبش خوشایند است نه روزش خوشایند است خجالت شرم در پیش زن چگه پس قرضدار آمده باز چگه میگه پدر نالت پدرت مرا بی تو مجبور کرد ای نه بخیر جنگ باز دیگه دعوا و جنگ شروع است ولیمه بعدش وقتی که ولیمه مواد مطابق سنت باشه ولیمه باید در ولیمه فقرا خبر شوه چون شر طعام طعام الولیمه یودع لها الاغنیا و یترک الفقرا بدترین طعام ولیمه و طعام ولیمه ایس عروسی است که اغنیا خبر میشه و فقرای بیچاره خبر شر طعام حالا این هتل ها ما را طور ساخته که فقرا خبر نمیشه چرا اونجا خود لیست میکنی 500 نفر چند صد نفر این 500 نفر تو خوی همه از این آستان دراز و آستان چرب و قماندان و والی صاحب و دیگه صاحب است ارباب صاحب و وکیل صاحب است و برای فقیر بیچاره در زیرش هم جای نمیمونه اگر فقیر گرفتی خو ارباب صاحب و عاجز و قماندان صاحب میمونه بنان چیکار میکنن یک نفر ارباب فلانی قماندان فلانی چلانی فلانی تو نبینی در اینجا که یگان غریب هم بوده که غریب فلانی بدترین طعامی طعام است پس چی کار بکنیم که ما بتانیم با 50,000 که در هتل برای 100 نفر میگیره با 50,000 ما 500 نفر نان بتیم بهتر است ما بدون هتل هست همسایه هم دیگر کمک میکنه خانه را خالی بکنیم بیاین در هر کوچکان تکاو هست بیاین فقرا را خبر کنین بیاین تا که الله از پیشت خوشحال شود دعای انسان های مظلوم و بیچاره ای که ماها گوشت بیچاره با چشم ندیده چرا ما حق فقرا را چنان محروم کردیم و مطابق سنت فقرا باید در ولیمه موت خبر باشه و بعد انسان ولیمه را مطابق حیثیت خودش نه حیثیت دختر نه حیثیت خسر زورم به چه قبلی هم میکشه اون مقدر خسر همسر یا خشوع حق اجبار حق سفارش را در اعطای ولیمه نداره سه در دادن ولیمه قرض های سودی نگیره مهر پورا کده بیچاره پیسه ولیمه نداره 3 سال دیگه به خاطر که پیسه ولیمه را پورا کنه چرا خسل خان بروتارم بستاو میته به جای که خجالت بکشه یه قدر لیست جور کده خسل خان لیست داده که لیست از 2 لاک روپیه میشیر از کجا کنم خدایا زورم میکشم یک ده نفر نان بتم توی کنم برم لیکن انی اینی رو بالا پورا نمیتون برو بخیر 2 سال دیگه طرف تهران و بحران برو تا که پیسه ولیمه را پورا کنی یا یکی برو زمین سودا کن یا حولی سودا کن یا قرض بگی قرض سودی که نکاح کنی ولیمه بتی کی تو را مجبور کرد؟ خود در اسلام روان نیست صحابی زن میگیره صحابی رسول صلی الله علیه وسلم که همیش کتیش است در سفر و هزار در رکاب در جهان ولی زن میگیره پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم خبر نمیشه صبح در بدرش آثار چی رو میبینه کجا میگه زن گرفته باید پیامبر خدا ولی ها بتا اگرچه یک گوسفندم بتانی یعنی این معلومش در کمال سادگی پیامبر خدا خبر نشده در ولی میشه حالا ما تو بنامی ولی مه یک شب پیش مجلس گرفته میشه
چهار نفر جا بیا که بخیر لیست بتی. ما دین خود ما سخت کردیم، سر خود سخت کردیم، زندگی را تلخ کردیم، سکون و آرامش از خانه ها خود ما دور کردیم. حالا که بیچاره زن میگیره دو لک روپه گرفته و بسود، یا جای نشه من خود سودا کرده، یا زمین محصولات کشاورزی خود سودا کرده، حالا دیگه بعد از یک هفته در بدر خاک بسر است، قرضدار تق 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 چگه پس پیسه را بتی. نه شبش خوشایند است و نه روزش خوشایند است، خجالت شرم در پیش زن چگه پس قرضدار آمده. باز چگه میگه پدر نالت، پدرت مرا می تو مجبور کرد. ای نه بخیر جنگ، باز دیگه دعوا و جنگ شروع است. کی گفت تو ری کارم بکن؟ ولی من با سه نفرم میشه، چهار نفرم میشه، پنج نفر و ده نفرم میشه و ما تو نباید خفه شویم. کسی که موتور خبر نکرد خفه نشیم. حالا غم دیگه ای است که اوهو مرا خبر نکردی، برو بخیر من تو را دیگه خبر نمیکنم. نکوی کار دیگه کتش کسی گفت نمیزنه که مرا در تویش خبر نکرده. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم به جای خفه شه خوشحال میشه، میگه خوب کردی، نمیگه مرا چرا خبر نکردی، میگه ولیمه دادی، ولیمه بتی، ولیمه. کی ما به شریعت عمل میکنیم؟ کی به سنت عمل میشیم؟ و برای رضای الله باشه ولیمه ما، ریا نباشه. ما باید از فلانی که نان خوبتر بتم، چون ریا نباشه، ریا خود نشان بده که من سرمایه دار هستم. سرمایه تا برو در جای مصرف که اونجا به درد بخوره، ولی ما کفایت نکنه قدر. ریا نباشه، تظاهر و تفاخر نباشه. خواه ولی ما و شما مطابق سنت باشه، بعد از اینکه بخیر همسر انتخاب کردین، اخلاق و اوصافش در نظر گرفتین، مشوره کردین، استخاره کردین، بعد از او بخیر وقتی ولیمه میشه، ولیمه تانم بسیار ساده مطابق سنت در اوجا غربا باشه، انسانهای فقیرم باشه، خیر است بایا باش سرمایه دارا، ولی فقیرم بی بهره نمونین. برای فقیر کارت قشنگ و زیبا را اون که احساس حقارت نکنه، او دو بالا ببرین، چون بای همیش گوشت میخوری، فقیر بیچاره کم میخوره، ای را ببرین در جای خوبتر بشانین. کاری نکنین، من گهگه یاد نکنم، شاید دوست ما بشنون. اینجا رفتیم خیرات است، حالا خیرات هم پیش رفته شده، خیرات هم مدل بالا شده، چوکی است و خیمه است و میز است و رنگ باره. ما بیچاره که میریم میگه ولی حیران میریم خدا ای نسه گو نانه خوردن، بعد از یکی ماندن، بعد از او باز فقرا و بیچاره که بیرون بودن، نه باز پس مانده رو برده برزوانه، بیاین جمع کنیم، بیاین جمع کنیم، خیرات هم در اوتالا هم اکثر همی است، بعد از یک پس مانده باز رو به غریبا میتن، پس مانده رو برده به طالب علم میتن، خودشان که خوردن سر شدن بوی گوشت از دهنشان برآمد، بعد از اون میگه جمع کیره برده فقیرا بتی، برده حجره بتی، برده قاری بچا بتی. باز ما تو عزت و سربلندی در دین هم میخواهیم و دیدگاه ما تو نسبت به اهل دین، به قاری دین، به عالم دین، به فقیر چنین باشه که برو پس مانده و پس خورده رو بتی. هرگز چنین قومی کامیاب نمیشه، هرگز چنین قومی عزت نمیابه، بغم باشی. و این کاری که تو میکنی عزت نیست، ذلت برای خودت است، این توهین و تحقیر برای دینت است. ما پاسمنده را به مستحقین میتیم، استفراغ شده را به میتیم. ما باید به اهل دین خود و اگه خدمت دین میکنن، باید ما بهترین مال خود در اختیار ازا بگذاریم، بهترین گندم خدا، بهترین نان خدا، بهترین طعام خدا در خدمت اهل دین بگذاریم. ما بهترین نان خدا در خدمت فقیر بگذاریم. لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون، تو به نیکی کامل میخوای بهشت برسی، آنچه را که خود دوست داری به فقیر و بینوا بدی. فقیر بیچاره اکثر خود میگیره نمان 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 که آبروی ما را برد، نمان
نمی داروزا نفقر نفر مقرر کرده او روی شبورد که والا لباسای کونه داره فقیر داخل نشه الله رحم بکن ولی اون مطابق سنت ریا نباشه غربا خبر باشه